เบียบเลยبازم سر از زیر این درخت در آوردی. همونجا بشین لیلا. برای من زیر این درخت قشنگترین جای دنیاست. از همه جا قشنگتره. زیر همین درخت بود که قرار عروسیمون رو گذاشتیم. یادته؟ همینجا بود که بهم خبر دادی به زودی پدر میشم. اوه چه درخت جون خوبی. اوه انقدر از این درخت جون تعریف نکن. چیه حسودیت میشه؟ به درخت؟ به هر کی که غیر از من دوستش داشته باشی. من فقط تو رو دوست دارم عزیزم. تو لیلا رو. کی میشه فرامرز؟ دست از این قایم موشک بازی ورداریم و بریم تهران. کی میتونیم مثل همه زن و شوهرها هر شب و روز با هم زندگی کنیم؟ زیر یه سقف. دیگه چیزی نمونده عزیزم. تا دو ماه دیگه لیسانسمو میگیرم. میتونم رو پای خودم وایسم. اون وقت بدون پروا همه چیزو به پدرم میگم. اونجا رو نگاه کن. اگه پدرت بفهمه صاحب یه همچین نوه‌ایه چیکار میکنه؟ چی میگه؟ مثل همه پدر بزرگا خوشحال نمیشه. نمیدونم. تو اونو نمیشناسی. نمیدونی پدرم چه آدم یه دنده ای. گفتی تمام آلبوم عکس این بچه دهاتیه ها؟ بله آقا. از شیرخواری تو اینقدری. های فرامرز. فرامرز. بله پدر. این بچه دهاتی کیه که یه آلبوم از عکسشو جمع کردی؟ معذرت میخوام پدر. اون بچه منه. نوه شما. بازم معذرت میخوام تا حالا این موضوع رو به شما نگفتم. اسم عروستون مریمه. از ده خودمونه. بسه! چطور جرات کردی این کارو بکنی؟ یه زن دهاتی عروس من؟ تو خیال میکنی من اسم و عنوان و شرف خانوادگی مؤثر را آوردم که تو پسرای بیلیاقت اینجور باهاش بازی کنی؟ من اونا رو دوست دارم پدر. من زن بچه‌مو دوست دارم. گم شو برو بیرون. از خونه من برو بیرون بیلیاقت. گم شو. منو گوش کن مردم. صلاح تو در این لیلا رو بفرسی شهر. پهلوی پدر بزرگش. چی میگی امو حسن؟ چی داری میگی؟ میگی من بچه‌مو از خودم جدا کنم؟ مگه من میتونم امو حسن؟ مگه میتونم؟ آقا بزرگ با من صحبت کرده. اون میخواد لیلا رو ببره پهلوی خودش. هیچ میدونه اگه لیلا تو دم و دستگاه آقای سرور دیوان بزرگ بشه چه دختر با کمالی از آب در میاد. این سرور دیوان از جون من چی میخواد؟ شوهرمو از دستم گرفت، حالا میخواد لیلا رو از من بگیره؟ از قول من بهش بگو اگه بند از بندم سوا کنه نمیتونه لیلا رو از من بگیره. من خیلی بهش گفتم، اما هیچ گوشش به این حرفا بدهکار نیست. حقم داره. هیچ مادری نمیتونه از بچهش دل بکنه. امو حسن تو چرا این حرفو میزنی؟ اون چه عقلش میرسه؟ اون میخواد لیلا رو مثل خودش بدبخت کنه. آخه اون چی داره که به لیلا بده؟ اما من لیلا رو تو ناز و نعمت بزرگ میکنم. خود به خدایش حق با شماست، اما چاره چیه؟ گوش کن، حالا که این زن نمیخواد خیر و صلاح لیلا رو در نظر بگیره، من فکر دیگه ای کردم. منتها تو باید برای این کار به من کمک کنی. من نمیخورم، ببر. بیا امو حسن، گلوتو تازه کن. بی کمک تو نمیتونم لیلا رو خوشبخت کنم. فهمیدی؟ حالا درست گوش کن ببین چی میگم. داره لیلا رو میبره تو کومه خونک رو بخواه. بخواه دخترم. هر روز این وقتی میشه میره زیر اون درخت. بری. خدایا خودت میدونی من غیر از خیر و صلاح لیلا و مریم چیز دیگه ای نمیخوام. یواش کنمش کن. بدشم. حالا نمیشد کومه را آتیش نمیزدی؟
با این کار مریم فکر میکنی لیلا تو آتیش از بین رفته. یادت باشه با آقا قول دادی از این بابت به کسی حرفی نزنی یا را بیفتیم تا کسی نگه. دیگه موقعش رسیده که همه چیزو بهت بگم، اما اول این کیسه رو داشته باش. این اندوخته منه، این پولا دیگه به درد من نمیخوره. اینا رو وقتی لیلا عروسی کرد از طرف من براش جهاز بخر. چی میگی امو حسن؟ 15 سال پیش آتیش سوزی اون کومه یادت میاد؟ بعدم خیال کردی لیلات مرده. نه، لیلات زنده است، پیش پدر بزرگش، پیش سرور دیوان. لیلا، لیلای من، لیلای من زنده است، لیلای من زنده است. ماشینیم ولی شاد و غزل خون می رویم، دست جمعیمون به سوی شهر تهران می رویم. هرچه پیش آید خوش آید ما که خندون می رویم. داری می بینی که ما با جمع یارون می رویم. آخ برم راننده را اون کلا جودنده را، گاز و فرمونا ببین شور و حال بنده را. من که خیلی شادمونم همچو بلبل نغمه خونم، تا که هستم فکر کارم زنده دل هستم جوونم. قربونه بازون برم او داداش بی خود تو چرتی، دل به دست غم سپردی. اخ نکن بی خود برادر، از چه رو هستی مکدر؟ من ز اخم دل خورم. آخ برم راننده را اون کلا جودنده را، گاز و فرمونا ببین شور و حال بنده را.
گلشن امید به دل نکنده شاد و غزل خون می رویم دست جمعیمون به سوی شهر ترون می رویم هرچه پیش آید خوش آید ما که خندون می رویم داری می بینی که ما با جمع یارون می رویم آخ برم رانندر و اون کلا جودندر و باز و فرمونا ببین شور و حال بنده را قاض و فرمونا ببین شور و حال بنده را براو منه بگیش اون وارتا تو اصلا چی کاره ای که به میگی منه تخون بدی یا بگیش اون وارتا من تو رو نمیکم با مگه این چند تا آدهی داره تو یه آدهی داری که منم تو حق نداری به آدهی این امرو نهی بکنی مگه من سر رو افتادم که به این میگی منو بکشه این ور اون ور حالا فهمیدم پس تو من آقدایی رو با اون آقدایی یکی کردی با خجالت هم نمیکشی باره کنار بیشم من شبیه رو باید بکشم بشی با جنازش از نکیم بزنم باید جلب کنید باره کنار بیده با خیرخیره که بجوان نیشی دیگه تو بوشات رو با کنید تو به کام هستم از حالا به بعد اگه یه دفعه دیگه بشنوم به من گفتین آقایی پوست از کلتون میکرد خیلی خوب بزن من اینو بزنم اشتا آقایی منو بگیرم منو بگیرم بسته دیگه بلم کاری چته چرا من سگ گربه میپیشه به پروای مردم این یارو زن درده یه دست اسکناس تو کیفشه کدوم؟ نیگاه نکنم یارو پایستریته لابد به اندازه پول چهار تا مرغ این هوا اسکناسه من دیده 20,000 چوبو میزنه 20,000 تومن برای تو بمیره بلنش میشین اینجا بشه واسه اینی که باش کار کنی یا این شکمه وامونده تا سیر بکنی نه اینکه باش دزدی کنی حالا میری مثل بچه آدم میشینی اونجا نفست هم در نمیاد خاله خواه آی راننده بسن بریم دادشم از همه مسافرم عوض میخوام معذرت کن با ببخش طوری شدی مادر نه اون بد جنس داشت پولای من ور میداشت این پولا که مال من مال اینه دخترم این عکس دخترته خدا ببخشه اما حالا دیگه بچه نیست برای خودش باید یه خانومی شده باشه آخه خیلی ساله که ندیدمش 15 سال میشه 15 سال دخترتو ندیدی؟ نه از من گرفتم بی انصافا بچه مو ازم گرفتم کی این کارو کرد؟ همه یه بدبختی های من زیر سر پدر بزرگشه سر بر دیوان به من گفتن بچم مرده تازه دیروز فهمیدم که لیلای من زنده است بلوی پدر بزرگشه
حالا میری شهر دخترتو ببینی. لابد خونه پدر بزرگشو بلدی. نه، پرسون پرسون یاد میگیرم. خیال میکنی سرور دیوان کم آدمیه؟ تو خیال میکنی شهر چه جور جاییه؟ بیا مادر، بیا قربونت برم الله. خدا عمرت بده پسرم. آبه ای، مواظب مادر باش، من الان برمیگردم. کجا میری اکبر؟ یه آب خوردم برمیگردم. خدا اجرش بده. هنوز تو این دنیا آدمای خوب پیدا میشن. بله، آدمای بدم همینطور مادر. ناکسا باز وایستادن اینجا دارم میسوکن. شیطونه بگه هرچی بذار دردشم. دیگه هواش نقده بول بفن میگه آقدایی. من میرم. از قول من از اون جوان که خدا عمرش زیاد کنه خداحافظی کنی. کجا مادر؟ آخه دخترم تو این شهر، باید اونو پیداش کنم. خداحافظ. مادر؟ مادر کو رفت. چی رفت؟ کجا رفت؟ با اون گرگایی که واسه پولاش دندون تیز کرده بودن کجا گشتی بره؟ من چه میدونم، مرغ نبوده که من پاش ببندم. حالا بگیرم این زنک چی بود؟ آخ دایی، این زن بنده خدا دفعه اولش پاش گشته تو شهر. من چه؟ 15 سال آزگار دخترشو ندیده. به تو چه؟ حالا اومده تو این شهر از روی اسم میخواد دخترشو پیدا کنه. چیز عجیبه، به ما چه؟ آخ دایی چی داری میگی؟ تو تمام این شهر فقط یه نفر از درد این زن با خبره. من باسی مادر به دخترش برسونم. اکبر بابا ول کن، بیاره به کار زندگیت برس. من تو مریضی؟ آخه من چقدر ازم کجا گذاشتی رفتی؟ آروم میگی، گره نکن تو. داشتم از تنهایی دق میدم. دیگه تنها نیستی. به من کمک کن، به من کمک کن دخترمو پیدا کنم. تو دخترتو پیدا میکنی، بهت قول میدم. حالا دیر وقته، خستم هستی. پشو بری فردا صبح دست به کار میشی. پشو قربونتم. من که جایی رو ندارم. زیر سقف خونه قلومت انقدر جا هست که مادرش ویلون نمونه. بهت قول میدم اگه خونه سرور دیوان سر قله قاف باشه پیداش میکنم. بلند شو مادر، فعلا بریم خونه خستگی در کن. خرابه قلومت، توی خونه من هستم و احمد و محمود داداشام با آقدایی. از 2 سال پیش که مادرم عمرش داد به شما، پاک صفای این خونه به این رفته. خونه که توش مادر نباشه اسمشو نمیشه گذاشت خونه. بیبار تو، برو تو مادر. بفرم، برو تو جون. حالا بیا و درستش کن. دیگه کی دستش به پوله میرسه؟ گفتم همون وقت که زنه تو خیابان گجگجی میخورد باید کلج کرمه کندی. باز عقل کل نوتخشم. اگه خیت میکاشتیم و ملتفت میشد چی؟ اون وقت فرار کردن از وسط اون خیابان کار عزتی فیل بود. اماله مرغ افتاده تو قفس. چی داریم میگی؟ با اون لاشخورایی که دور ورشن؟ لاشخورا صبح که بشه پر میکشن میرن دنبال کارشون. سلام علیکم آقا. سلام. تا حالا کجا بودی؟ بچه ها شوم خوردن گرفتن خوابیدن. شوم چی داری؟ مگه نمیبینی عبدالخیار؟ بازم که عبدالخیار. نه تو ببینی، پس بوغلمون سرخ کرده.
خب عبدالخیار دیگه. عبدالخیار چیه؟ پاشو سفره رنگین ترش کن، نیم روی چیزی تنگش بزن. آها چه خبرته؟ آخه مهمون داریم جونم. مهمون؟ مهمون کیه؟ مهمون کیه؟ مادر که یارته هم؟ هر جوری بود پیداش کردم آوردمش تو خونه. بی تماشا کن، خوش بیام. بزه بیه بیه عبدالخیار که میلان بوره. بی تماشا کن دبیه ده. خیلی شیرین کاشتی، منم بیام تو دارالمساکینه. برو برو زود دست بگنجه به نزش برو. یالا میگی من به این زن بی کسی کار کمک نکنم؟ نه تو این حرفا رو قلبت نمیزنی آقدایی. باز میگه آقدایی؟ آخه ناسلامتی به من میگن اکبر جان پهلوون. وقتی بعضی از این مدالا رو میگرفتم خودت کنار دوشک قاطی جمعیت بودی، جمعیتی که از ته دل فریاد میزدن. اون فریادا فقط به خاطر زور بازون نبود، زورو که خیلی از حیوانان دارم. اونا منو یه پهلوون میشناختن، یه پهلوون با تمام محسناتش، با انسونیتش، با مردونگیش، با معرفتش. درسته که من سالای سال دوشک کشتی و عنوان پهلوانی رو گذاشتم کنار، اما غیرت پهلوانی تو خونمه، اونو نمیتونم کنار بذارم. نمیتونم این زن بیچاره رو که به من پناه آورده تنها بذارم. بیا بیا بیرون تماشا کن، بیا تا یه چیزایی دستگیره بشه. خدایا میبینی آقدایی؟ به حق مقربان درگاهت دخترمو به من برگرد. ناراحت نباش مادر، آخرش خونه سرور دیوانو پیدا میکنم. این سرور دیوان، سرور دیوان که میگی هرکی از پای اسم گندهی که داره حتما تو خونهش تلفونه، از اون دفتر تلفون میشه آدرس شو بگیر. دست خوش دیری مادر، چه آقدایی خوبی دارم. جانم به این آقدایی، دفتر تلفن گل گفتی آقدایی. اینقدر من نگو آقدایی. فردا صبح رو دفتر تلفن خونه سرور دیوانو پیدا میکنم، میبرم پهل دخترت. غمت نباشه، مخت برم آقدایی. برو تو مادر، تو اکبر داری غم نداشتی. تهران، جناب آقای سرور دیوان، پدر بزرگ عزیزم، دوشنبه 10:30 به تهران وارد. دست شما رو میبوسم لیلی. با اومدن تو انتظار من تموم میشه دیگه، این ثروت و دم و دستگاه مال من میشه. بیا عزیزم بیا، وجود تو پلیه که من باید ازش رد شم تا به ثروت پدر بزرگت برسم. بله ببخشید، خواستم یادآوری کنم که ساعت 10:00، آقا رو باید ببرید حمام بخار. بسیار خوب. الو اونجا کجاست؟ با کی کار دارین؟ منزل آقای سرور دیوان. بله بفرمایید. جون خودش بود، خود سرور دیوان. جونم به این آقدایی. آقدایی تو عقل کل مایی. پس بزن زمین چرا همراهی میکنی؟ با سوری گل کرده. یالا را بیا بریم. نمیفهمم آخه کجا؟ خونه سرور دیوان جونم. همسی میگه سرور دیوان، جونم انگار سرور دیوان خاکی شیر زباد حلقش کرده. ببینم هاشم، تو تلگراف لیلی رو دیدی؟ نه قربان. عجب عجب، پس خبر نداری؟ چی رو قربان؟ پسر جان، به خاطر این خبری که بهت میدم باید یه مشتگانی ازت بگیرم، یه مشتگانی خوب. اختیار داری قربان. لیلی میاد پسر جان. حقیقت میفرمایید؟ آره آره پسر جان، لیلی میاد روز همین دوشنبه ساعت 10:30. همین دوشنبه؟ آره جانم. تو باید خودتو برای استقبال از همسر آیندت آماده کنی. فنداک؟ برای خود باید طرز رفتارت با لیلی من متشکرم طوری باشه که با اون همه تعریفایی که از تو نامه های کردم جور در بیاد، چون لیلی دختریه که تو فرنگ بزرگ شده، باید این موضوع رو در نظر بگیری. از این گذشته هاشم، تو میدونی که من چقدر به خوشبختی لیلی علاقمندم.
گرچه بعد از این چند سال که تو رو از هر جهت آزمایش کردم میتونم اطمینان داشته باشم که تو لیلی منو خوشبخت میکنی. من غلام شما و لیلی خانم هستم. تو نور چشم منی پسر جان. همینجا باشه. شاید اون پیریه تو ماشین خودش بود. اکبر عوضی نباشه. نه بابا خیابون شماره کاشی خود خودشه. پس چرا معطلی در بزن؟ آخه چرا منو نگاه میکنی؟ در بزن دیگه. میگم اومدیم و در زدیم و ما چی بگم؟ خب میپرسی منزل سرور دیوان اینجاست، طرف جواب میده بله. میگی من باهاشون کار دارم، با لیلا خانم. طرف میپرسی چی کارش داری؟ خیلی خب بابا بس در بزن دیگه. چی؟ سلام علیکم آبجی. آخه جون خودش باشه. چی لیلا؟ آره دیگه. ده یه کاری بکن، برو باش حرف بزن. من روم نمیشه برم چی بگم؟ تا حالا این کارا نکردم. اگه یه بوی من تو تن شما بی ارزا بود چه قصه ای داشت. وایسا الان میدم خودم سر صحبت باشم. باره ببینم سر... به نام لیلا تو این خونه نی؟ کلفتی به این اسم نداری. کلفت نه، لیلا یعنی لیلا خانم نوه آقاست، نوه آقای سرور دیوان. نه خیر آقا، نوه ایم به اسم لیلا نداره. چطور نداره؟ چی میگی؟ صبر کن بداد س... نشد. آخ پس خب سروردیوان اوتوکش چیزیه. اوتوکش این؟ آره خیال کرد اوتوکش خونه سروردیوان چریختیه. از لیلا چه خبر؟ اینجور که من دستگیرم شده لیلای در بساط نیست، راحتت کن. نمیدونم جواب مادر رو چی بدم. با این همه امید و آرزو اومده دخترشو ببینه. اینجور که من دستگیرم شده سروردیوان فقط یه نوه داره، اونم یه اسم خوبی داره. چیه صاحب برده؟ آه لیلی، اسمش لیلیه. قرار همین روزا هم فرنگ بیاد. لیلی؟ لیلی، لیلا، این دوتا اسم باید یکی باشه. همین روزا از فرنگ بیاد؟ بله، فردا شب هم یه عکسش به دست من میرسه. عکس لیلی؟ چجوری؟ دیگه چجوریش به تو مربوط نیست. آخ آخ دایی تو عقل کلی را راست رو اصفات نارویجهی من زودتر برم با این خبرهای دست اول کلی مادر رو شاد بکنم. سالکی تو برم آقا داری خجالت بگر کل دو من به من یا آقا داری آقا داری آقا داری آقا داری زودتر بکنم. که تو جواب نمیده بس اینکه درم بازاره. بریم تو نباز چیزی باشه. بزن بریم تو. بیا بیا. یواش زود همه جا رو بگردیم پولا رو پیدا کنیم. اینجا که نیستش. مثل این که صدای پا داره میاد. درش ول کنی. آشوا! چی نمیخوای به زبون خوش حرف بزنی؟ حالا به حرفت بیا. یاشه چطوره قاسم؟ الحمدلله. یه یاله حرف بزن پولا کجا؟ میگم پولا کجا؟ یا چه ساهه؟ بلش خوش نالو توی پولا نسرسیه. بگیری باسته. ناش بخور آشه دل برشا برشا. آقا کش نداری کوری نست آس. ببین چی کار کرده همه رو ولو کرد روز. ببین خدا بگم که چیزا کلتش رو بگم این اون جد آبادته.
تو برکت خدا رو پخش زمین کرد؟ یه بازم آفتوخ شده داره بخو چه نه؟ این چیه؟ الهی به عذاب شد گرفتار بشه الهی ببین جواب اکبر بیه کنه یا کسای بیمعرفه سرم داری مرد چه خوشگل شدی آمدی بسر اینا کی بودن دراز و کوتاه تو خونه با اجازه خودشون اومده بودن ما هم با اجازه شما پذیرای مختصری ازشون کردیم و رفتن برم میترسم چش زخمی مادر مادر طوری شدی؟ چیزی نیست سرم اینا باز اومده بودن دنبال پولا ها؟ اون پولا مال جهاز دخترم اما حسن برای جهاز دخترم داده پولا رو که ور نداشتن کی پولا رو گذاشتم اون بالا سپردمش به قرآن یا قرآن کیسه پول دست نخورد از مادر خوب جای سپردی پولا رو جاش محکمه پولای جهازی دخترت عکس خود لیلیه خاطر نگو لیلی قراره فردا بیاد همین فردا؟ مگه چند تا فردا داری؟ همین فردا درست ساعت ده و نیم تو چه؟ سلامتی جواد آقا اون داره مساک یارو پیریه چه خوشش داره یعنی میگه این لغمه چرب و چیلک جلو ما پایین نمیره افطارش مجانیه نفهمیدم چی گفتی؟ باشه شیر فهمش کن حالا بهت میگم چی فر بودن آبجی بیاد فر و ساری میزی ما چرا آبجی بیاد داشت بزرگش میاد معلوم میشه همه بی قراره فهمیدم من نمیذاری؟ از تو هنوز منو نشناختی ها؟ به من میگن آقدایی حالا دیگه شناسنامه تو با خودت باطل میکنم اینه آورش ناک بازد دارم این بارو بازد بپر میرم شعاره یه همه برو میرم به من میگن آقدایی بیده آقدایی بیده نه این بارو دارش ببینم 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 ببینم
ببخشید اکبر آقا. ششم آقا اکبر آقا. بفرمایید شاید باز باشید. جمع دوستان رو صفحه بدید اکبر آقا. ما یه چی چه ضرب فنتیم به مادر. قربون شما. کنین که اکبر جهان پهلوان اومد و الا همین امشب قیمه ریزتون میده. بشین بابا آق دایی بشین. قربون پیمونه میرم آق دایی، بازم به میخونه میرم آق دایی، بی دل و مستونه میرم آقا دایی، بگو کجایی آقا دایی، آقای مایی آقا دایی. یکی چاکر داره پیلی میده، تو دلش غیلی ویلی میده، تو دلش غیلی ویلی میده، تو دلش غیلی ویلی میره. بله.
بزن بری. پروردگار، صبر و قرارم تموم شد. دیگه نمیتونم دوری لیلا رو تحمل کنم. خدایا دخترم رو از تو میخوام، دخترم رو به من برسون. ای خدا، ای خدای مهربون. مادر، لیلی اومد. لیلا، لیلا اومد. خدایا شکرت، شکرت، لیلای من اومد. میدونستم آخرش لیلای من میاد. همیشه دلم گواهی میداد که لیلای من زنده است. بریم بریم زودتر، میخوام لیلامو ببینم. ما که هنوز خاطر جمع نیستیم. لیلی همون لیلا. اون لیلای منه، لیلای من. مادر تو سالای سال صبر کردی، یکم دیگه هم صبر کن، فرصت بده خاطر جمع بشیم. این لیلی همون لیلاست، بعد وسایلشو جور میکنیم بریم پهلوش. چطور صبر کنم دیگه؟ چیه مادر، حالا که به سلامتی لیلی خانم اومده، ما باید بگیم، بخندیم، خوش باشیم. دیریخ داراخت و باز باید که من نگاه بکنی. بری گمشی، یلا. چیه مادر؟ چیزی نی. اکبر میگه معلوم نیست اون لیلای من باشه. این که دیگه ماتم نداره. فردا شب واسه خاطر لیلی خونه سروردیوان یه جشنه، یه بال ماسکه. صفورا میگه و اگه اکبر بخواد با لیلی رو به رو بشه، فردا شب وقت خیلی خوبیه. چی؟ من برم خونه سروردیوان؟ بله، صفورا همه کارا رو خودش درست میکنه. چی میگی آقده ای؟ منو چه یزداده ای. توجه، توجه، خواهش میکنم توجه کنید. خوبه، به خودم امیدوار شدم. هنوز پیروان من زیادن. خیلی ها هستن که به حرف شیطون گوش میکنن. خانم ها، آقایون، همه میدونیم مجلس امشب به افتخار وجود عزیزیه که سالها از آغوش خانوادش دور بوده. امشب همه خوشحالیم که در شادی و سرور آقای سروردیوان که سرور همه ما هستن شریکیم و بازگشت لیلی خانم رو جشن گرفتیم. به افتخار لیلی خانم. ملاحظه میفرمایید خانم ها آقایون؟ لیلی خانم با اینکه سالها در فرنگ بودن، زبون فارسی رو به این خوبی صحبت میکنه. به همه آداب و رسوم وطنم آشنایی کامل دارم. به خصوص همه جور رقص های ایرانی و شرقی رو بلدم. لیلی خانم درخته، لیلی خانم درخته، لیلی خانم درخته. برنده ی با اون لباس کنم، هی بوسه روی لپات کنم. عشوتو برم، نازتو برم، اون دو چشم تن نازتو برم، سروی و قد و بالاتو برم، آهوی ساقه پاهاتو.
دلم میخواد یواش یواش شونه زنم به اون موهاش زول باشو چین و چی کنم یارم و نازنی کنم عشقتو برم نازتو برم اون دو چشم تن نازتو برم سر بیو قد و بناتو برم آهوی ساقه باهاتو برم بیا چون غنچه تو میخندی بیا شیرین شکری قندی بیا بیا با پیرهن هندی بیا حالا که تو دل بندی بیا چون غنچه تو میخندی بیا شیرین شکری قندی بیا ای گل هندی چقدر نمک داری از من و عشقم مگه تو شک داری با غم عشقت بگو چی کار کنم جانب صحرا میخوام فرار کن یار 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 تو رو دوست دارم یار 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 مده آزارم گل هندی چقدر نمک داری از من و عشقم مگه تو شک داری با غم عشقت بگو چی کار کنم جانب صحرا میخوام فرار کنم یار 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 تو رو دوست دارم یار 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 من آزارم خوش به حاله آن که دلداری داره از بحر غمهای خود غمخاری داره حیران عشق تو هم لیلای عشقم پر کن زلفای خود مینای عشقم سرگشت منم چون مجنون بر عشق تو لیلا مفتون رقاصه ما زیبایی خوش نیمایی خوبی مجلس آرایی از بر رو همچون مایی از رخ خوبت دل خواهی والا که شهر آشوبی وحکی حبیبی محبوبی سرگشت منم چون مجنون بر عشق تو لیلا مفتون خوش به حاله آن که دلداری داره از بحر غمهای خود غمخاری داره حیران عشق تو هم لیلای عشقم پر کن دلفای خود مینای عشقم سرگشت منم چون مجنون بر عشق تو لیلا مفتون سرگشت منم چون مجنون بر عشق تو لیلا مون نوبتی هم باشه حالا نوبت رقص منه نوبت رقص من و آواز بی نقص منه پاشو همکاری تو هم ای دل رو با ما بکن مثل من از جون و دل ای نازنین غوغا بکن این
طبیبم کار من، ما که توی سینمون قلب صاف و پاک داریم، چون طلا هستیم و که به نصیب خاک داریم، بهترین چیزا صفا و عالم یک رنگیه، غیر از این باشه قبول کن مایه دلتنگیه، مایه دلتنگیه. باز شنید خمپاز که در این جمله مقبول نبه حالت دست همین آقای شیطان نبه که میخواهی لباس و لذت بالماسکرا از دلت بردار، ای دورت بگردم ماسکرا، اما آدمو حالی به حالی میکنه، آدمی با دیدنش رفع ملالی میکنه، پاشو همکاری تو هم ای دل رو با ما بکن، مثل من از جون و دل ای نازنین غوغا بکن، پاشو همکاری تو هم ای دل رو با ما بکن، مثل من از جون و دل ای نازنین غوغا بکن. خانم ها آقایون، اینطور که معلومه حسن انتخاب لیلی خانم مورد تأیید تمام حضاره، همگی دوست عزیزمونو که در لباس کارگری به این مجلس اومدن و حرکات و رفتاری کارگر رو خیلی طبیعی تقلید میکنن، برنده بهترین لباس و بهترین کاراکتر این مجلس میدونن. اجازه بدید، خواهش میکنم، اجازه بدید، به همین جهت از لیلی خانوم تقاضا میشه جا. جمع کن دو خونه تو. شما ها چی خیال میکنین ها؟ خیال میکنین منم یکی از شما هستم که رنگ عوض کردم؟ نه، من احتیاجی ندارم که هر روز و هر ساعت رنگ عوض کنم. من همینی که میبینید هستم، یه کارگر، یه تراشکار، یه تراشکار ساده، همین. من اگه امشب غلط انداز میون شما هستم، فقط به خاطر یه نفره، به خاطر یه مادر، مادری که خیال میکنه دختر گم شدهشو میتونه تو این جنگل پیدا کنه. اون نمیدونه که لیلاشو حیوانای این جنگل بلعیدن، جاشو کسی گرفته که حاضر بوسشو به حراج بذاره. خودتو اون جایزه لعنتی ارزونی همینه که دورتو گرفتن، ارزونی همینه. لوزش رفت. خواهش میکنم، چیز مهمی نبود، مشغول باشید. مقصودش من بودم، اون از مادرم حرف میزد. حالا وقت این حرفا نیست، این جشن رو به خاطر تو گرفتم دخترم، نباید خودتو گرفته نشون بدی. میدونی یه خبر خیلی خوبی برات دارم، میخواستم غافلگیرت کنم، امشب میخوام نامزدی تو و هاشم رو رسما اعلام کنم. هاشم رو من برات انتخاب کردم، جوونی که شایستگی تو رو داره، همه از شنیدن خبر نامزدی تو خوشحال میشن. نه پدر نه.
پاشم. این چی میگه؟ لیلی، لیلی وایسا. لیلی چیه؟ آخه چی شده؟ هیچی، یه خورده سرم درد میکنه. ببینم، شاید تحت تاثیر حرفای این پسره قرار گرفتی. نمیدونم، نمیدونم. لیلی بیا بریم پایین، الان تمام دوستامون منتظرن خبر نامزدی ما رو بشنوم. نه، حالا نه. پس کی؟ نمیدونم، شاید هیچ وقت. هیچ وقت؟ پس این همه انتظاری که من کشیدم چی؟ پدر بزرگت میگفت تو نامه‌هاش از من مرتب برای تو نوشته. تو میخوای من همسرم از رو نامه‌های پدر بزرگم انتخاب کنم؟ همچین انتظاری داری؟ چی میخوای بگی؟ لیلی، من تو رو دوست دارم. از همون روزی که چشمم به عکس تو افتاد، تمام این سالها رو به خاطر یه همچین روزی که برگردی منتظرت موندم. لیلی دوستت دارم. بلم کن. تو دوست دارم دیگه. سیسم دوستت دارم. بلم کن. دوستت دارم. بلم کن. نمیتونم فراموشت کنم. خوب بشه تو باکن. در تمام مدتی که پدر بزرگم عکس دادو برام میفرستاد و اون همه ازت تعریف میکرد، برام بی تفاوت بودی. وقتی هم اومدم اینجا و خودتو دیدم ازت خوشم نیومد. در همون نگاه اول، حالا با این کارت ازت متنفرم. متنفرم. مال من میشی. برو بیرون، برو بیرون. برو بیرون. الو، من هاشم. به دو سه نفر آدم احتیاج دارم، از اون نخبه هاش. رازیشون میکنم، هرچی بخوان میدم. اونام باید هر کاری که من میگم بکنن، هر کاری. باشه؟ خدافظ. حالش خوب بود؟ چی شده؟ چرا حرف نمیزنی؟ بگو، اونو دیدی؟ لیلای منو دیدی؟ اون لیلای تو نیست مادر. چی؟ مادر، این لیلیه. این لیلای تو نیست. اسمش لیلیه. مادر، خودت گفتی 15 سال هر شب و هر روز به فکر لیلا بودی. بهتره بعد از اینم همین جور باشه، فقط به فکرش باشی. اینجوری خیلی بهتره، هم برای تو هم برای اون دختر. نمیتونم دیگه، نمیتونم. بعد از اون امیدواری که پیدا کردم دیگه نمیتونم. مادر، این دختر با اون خونه و زندگی و با اون وضعیت، آخه چطوری بگم؟ تو که اون چیزایی که من امشب اونجا دیدم ندیدی. چی شد اکبر؟ هیچی، من صلاح نمیدونم مادر بره تو اون خونه با اون دختر روبرو بشه. چی میگه؟ مادر یه خورده صبر کن، گریه نکن، معلوم خودم درست میکنم. اکبر، مگه اونجا چه خبر بوده؟ آقای من یه چیزی میترسم. میترسم مادر بره اونجا با اون همه شوقی که واسه دیدن دخترش داره، اونا تعویلش نگیرن، جوابش کنن. آخه تو که نمیدونی دم دستگاه اونا رو نمیدونی. این حرفا کدومه؟ محبت مادر فرزندی چه ربطی به دم دستگاه داره؟ الان مادر چند سال آزگاره با فکر و خیال دخترش خوشه، با این وضع عادت کرده. حالا اگه تو اون خونه بره و اونا به مادری لیلی قبولش نکنن، بهش بی‌اعتنایی بکنن، مسخرش بکنن، دیگه واسه مادر چی میمونه؟ خیال میکنی این پیرزن میتونه این ضربه رو تحمل کنه؟ این ضربه واسه ابد اونو زمینگیر میکنه. برای همین من نمیتونم پای مادر به اون خونه برم. خوابه تو هم دیگه. چی داره میگه؟ الان درستش میکنم. مادر قصه نخور، خودم وسایلش رو جور میکنم. بری خونه سروردی ما، بری دختر تو. چطوری؟ من یه طرف تو اون خونه دارم، فردا طرف رو میبینم، ازش میخوام که همه کارا رو راست و ریز کنه. مادر قول میدم که فردا را پس فردا ببرم دوجی. مادر بی برم دوجی که دختر تو ببینی. خونه عوضت بده آقا. دیگه قرار نبود هم بگی آقا دیا. اما از این بابت مواد با اکبر حرفی بزنی. مزراب و بزن به سیم سازه، قربون صدای دل نوازه، دردی به فدای ناز شسته، قربون به...
امشب شب ما سحر نداره. آره شادی بابا درد سر نداره. امشب شب ما سحر نداره. شادی بابا درد سر نداره. ساقی جون من بریز شرابو، جونم بده زود بیاد کبابو، مطرب میخوامت بیزن رو بابو، آواز میخونم بده جوابو، مزرابو بزن به سیم سازت، قربون صدای دل نوازت، زردی به فدای ناز شستت، قربون برمون دو چشم مستت. امشب شب ما سحر نداره بابا، شادی آخه درد سر نداره. امشب شب ما سحر نداره، شادی بابا درد سر نداره. این خورم به سلامتی بره اونجایی که درد و غم نباشه. به سلام آقای آقایی. باه آقا دیجی شد چی شد؟ به زمین گیلاس هرام، شما هنوز دهنتون بو شیر میده. چه غلط های تازه تازه. اگه امشب آوردمتون اینجا فقط واسه اینه که فردا هر چی دیدین لامپ تا کام به اکبر نباید هر چه هشت. آقا دیجی آقا دیجی آقا دیجی دوباره قاطی کن. آقا دیجی آقا دیجی اینو علال حساب داشته باشین. باید فوراً دست به کار بشین. لیلی از فریشب که اسم مادر به گوشش خورده برای پیدا کردن اون خیلی بیتابی میکنه. شماها باید قبل از لیلی مادر رو پیدا کنید و تحویل من بدید. وجود این مادر باعث میشه لیلی مثل مون تو دست من نرم میشه. برای پیدا کردنش اول میرین سراغ اون تراشکاره. تو تراشکاریای شهر یه جوونیه با مشخصاتی که گفتم. اون از مادره خبر داره. مادرم کجاست؟ مادرم کی بوده؟ حقیقتشو بگیم پدر بزرگ، مادرم کجاست؟ نمیدونم. بعد از تصادف پدرت دیگه از مادرت خبری ندارم. چی شده یه مرتبه به فکر اون افتادی؟ من که در باره تو از هیچ چیز فرو گذار نکردم. همیشه بهترین زندگی‌ها رو برات فراهم کردم. میدونم شما بهترین زندگی‌ها رو برام فراهم کردین، اما قبول می‌کنین من با همون بهترین زندگی‌ها هر وقت مادری رو می‌دیدم که بچه‌شو بغل می‌زنه و اونو نوازش می‌کنه، غم دنیا به دلم می‌شست. اینو قبول می‌کنین؟ لیلی. لیلی من آروم باش. آروم باش. حالا میفهمم در تمام این سالا به من دروغ گفتی. مادر من زنده است. هر جا باشه اونو پیدا میکنم. لیلی کجا میری؟ گفتم کجا میری؟ من باید اون جوونو پیدا کنم. میگفت یه تراشکاره، میرم به تمام تراشکاری ها سر میذارم تو پیداش کنم. اون از مادرم خبر داشت. کجا بودیم اینقدر دیر کردیم ور پریده ها؟ رفته بودیم بنزین که شما که همش به فکر شما همه دیگه. خب میتونیم دست به کار بشیم. من ترتیب کار رو دادم. صبح بهشون تلفن کردم، گفتم براشون امروز یه رخشور تازه میفرستم. میگی منو صفورا فرستاد. خدا شما رو عوض بده. خب به احمد و محمود هم گفتم اینجا باشن، وقتی برگشتی بره سرانت خونه. مبادا ازش غافل باشین ها. با واضح باشین اکبرم از این موضوع بوی ببره. چشم خب مادت ها دیگه بار خونه شد. خدا حافظ. اون هاش، اون در بزرگ هست. بریم دیگه جونی. بریم. برو بریم. بریم. تا
اتاق لیلا کجا؟ لیلا؟ لیلا کی؟ زودتر دست به کار شو. ملفای لیلی خانم هم شستن. اتاق خوابشون اون بالاست. اون در روبرو. صاحب کنید. آی بیا اینجا ببینم. بله آقا. این کی بود این زن دهاتی؟ رخشور تازه است. یه زن با لباس دهاتی چجور رخشوریه؟ منم که دیدمش تعجب کردم. صفورا خانمون رو فرستادی. بسیار خوب. این زن منو به خیال انداخت. یه دقیقه صبر کنید. سفشی منتظر باشین تا بیارم. شاسی گوش کنیم. میدونی کجا ببریم؟ آره زندون خصوصی. خیلی خوب برید. لیلا. لیلا تو میخوایی؟ تو مادرشی؟ آره من مادرشم. دخترم کجاست؟ منو ببرین پراش. دختر تران اینجا نیست اما من میدونم کجاست. از دیدن مادرش خیلی خوشحال میشه. منو ببرین پلوی دخترم. بریم. دلم میخواد وسیله این کار خیر من باشم. بریم مادر. همین الان میارتش. بلده چی به گوش طرف بخونه که با پای خودش بیاد؟ نبونی که هاشم داره مار رو از سوراخ میکشه بیرون. شما میدونین جاش کجاست؟ آره گفتم که میدونم. تو رو خدا زودتر منو به دخترم برسیم. الان مادر تا چند دقیقه دیگه دخترتو میبینی. سوارش کنیم. بره جاک جاشا. مادر رو میبریم پلوی دخترش. پلوی لیلا خانم. فهمیدی؟ خدا عمرتون بده. یه ماشین خونه سرور دیوان اومد بیرون. مادر تو ماشین بود. به این بچه خبر بدید. زود باش. من نشونه یکی از همکارای شما رو میخوام. یه تراشکار جوونه. قد بلند و چشم ابرو مشکی. صدای خیلی خوبی هم داره. با من؟ من با کسی کاری ندارم. برای پیدا کردن شما خیلی گشتم. نه بابا، حرفای اون شب شما منو به خیال انداخت. آخه شما از یه مادر حرف میزدی. آره اومده بودم از مادرت حرف بزنم. پس مثل اینکه شما از مادرم خبر داری. خواهش میکنم بگی مادرم کجاست. گوش کن خانوم، این مادر که میگی خیال میکنی چه ریختیه. بذار صاف و پوسکنده بهت بگم، این مادر هیچ شباهتی به اون زنا، ببخشین، به اون خانومایی که اون شب دورتی گرفته بودن نداره. این یه زن دهاتیه، یه دهاتی صاف ساده، یه دومن بلند پاشه، یه چارقتم سرشه. خیال نمیکنم شأن شما اجازه بده رو این زن دهاتی اسم مادر بذاری و بهش بگی مادرم. مادر منه، مادرمه، هر کیاس مادرمه. تو گریه معنام سرت میشه. خیال میکنی من چی هستم؟ از ساعتی که اسم مادرم بردین فکر کردم مادرم زنده است. خواب به چشمم نیمده. خواهش میکنم منو ببریم. خیلی خوب بابا، خیلی خوب بریم. اینقا آبگوره نگیر، مادرت باز خاطر تو داره دیوونه میشه. آقدایی که اومد بهش بگی من الان بر میکردم. نکن مرگمان نکن جون نکن
مردم نکن. آره جونم دیوونه، دیوونه تو، دیوونه یه زنجیری، الهی که بالا گردونت بشم من. عوض این حرفا بهتر نیست روزشو بگی؟ روز چی رو عزیز دلم؟ روز عقدمونو. حالا دیدی اومدی یا نسازی؟ اونو بعدا صحبت چی میکنی؟ ببین من که از تو جوونی نخواستم. خب؟ واسه این که نداری، پولم که نخواستم، واسه این که اونم نداری. من تو رو فقط واسه خاطر این موهای فلفل نمکی میخوام. این موهات به من میگه تو قدر زن و بچه و خون و زندگی تو خوب میدونی. عزیز دلم این موهای فلفل نمکی چیز دیگه بهت نمیگه. بهت نمیگه من چقدر از تو دوستم میام. بهت نمیگه که من چقدر قربونتی میرم. مثل که صدا اومد. بودو 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 از بابا ما بده. ای داد بیه پیرن تو بی بودو تنه کن. اون چیز من بده. اون چیز تا بودو بودو آقا دایی تو اینجایی؟ چرا نایمدی کارخونه؟ از برای این چیه؟ لیلی خانوم هست. لیلی خانوم؟ آره. سلام. سلام لیلی خانوم. آقا دایی گوش کن چی میگم. آقا دایی مادر کجاست؟ وایس من یه خود از این لیلی خانم عوار فرسی بکنم بعد راجع به باز تو چشت به یه زن خود با تو به مادر میدونی ای وایس حرف بزن با لیلی مادر خونه نیست اصلا نه برو رفته خرید کنه نه آخر خریدم نرفته پس کجا؟ بچه چرا با ما یکی به دو بکنی پر رو؟ چی شده مادرم کجا؟ راستش دیدم واسه شما خیلی بیتابی میکنه بردمش خونه سروردی چی؟ بردیش خونه سروردیوان؟ میدونی آخه چه جوری بهت بگم به اسم رخشور رخشور اوه خدای من مادرم باره میری؟ اخ جونم همه رفتن صفور جون بیا رفتن رفتن بوده دیگه بیا بیرون دیگه ای بای قلبم چی شد؟ هی میگفتم نکنه من اینجا ببینن آبروم میره مگه دایید مرده؟ مگه من میذاشتم؟ دیگه مزاحمین همه شون رفتن خیال تخت تخت حالا لخ شو برن دالالخ لالخ دیگه تو هم دوست نشد دیگه چی بود؟ مثل که صدای در راستی بودو برو تو پستو بودو این سرخر دیگه چیه؟ نه تو چه باز برگشتی دختره رو تنها گذاشتی اکبر بیا برو پیش دختره بده سلا نبود من برم چی رو سلا نبود حالا که مادر و دختر به هم میرسن بیتر خودشون تنها باشن فقط خودشون آقایی تو فکر میکنی حالا که مادر دخترشو پیدا میکنه دیگه بر میگرده اینجا سراغی هم اما میگیره آقا من همین این موقع میتونم به تو جواب بدم بچه اکبر چطوره بری خونه سروردی و یه سرگوش آب بگیری اکبر چی اکبر بوده که مادر بردن بردن با ماشین بردن توی باغی ایداد میدونستم پای مادر برسه به اون خونه یک کلکی دستش بوده اکبر با محمود برو بوده بیبریم بوده با تلاشو محمود دم در با موتور منتظره آخش تو نمیری خیلی خفه شده نفهمیدم آخش و همینجوری تمرگید اینجا نمیدونی با چه سرعتی اومدم بیورده بی قابلیت مگه نگفتم مواظب مادر ما چطور هم حوصله داری برو زودتر یه تاکسی بیار بریم ببینیم چه بلایی به سر مادر اومده بل کن آقا داشت شوره رو میگی؟ تو حق نداری به مادر من توهین کنی آه میبینم که خیلی به مادر تناقه داری بگو کجا فرستادیش مادر تو دست منه تو چنگ من اگه به زنده موندنش علاقه داری باید به ازدواج با من رضایت بدی البته با شرایطی که من میخوام تو چطور جرأت میکنی اینجوری با من حرف بزنی؟ گفتم مادر تو دست منه تو باید با من ازدواج کنی تو فقط چشمت به ثروت پدر بزرگ منه خب چه عیبی داره عشق من؟ این ثروت تو دست این پیر فرتو چه خاصیتی داره؟ قدرت جوانی میخواد تا بتونه لذت این ثروت رو بچشه تو یه لاشخور یه لاشخور بگو مادر کجاست ازت خواهش میکنم خب سر عقل من حالا برای اینکه خواهی مادرت صحیح و سالمه تو رو میبرم پلوش که اونو ببین اما بعد در صورتی آزاد میشه که شرایط منو قبول کنی بریم ولم کنی برم اینجا کجاست منو آوردین پس لیلای من کو صدات میبری یا نه حب لیلا خورده میبینی حسن لیلاشو میخواد میرم میدون کافورشا براش یه لیلا میخرم
آخه چرا منو آوردین اینجا؟ منو ببرین پلو لیلام، تو رو خدا منو ببرین پلو لیلام. آره این لیلا لیلایی که میگه خوشگل مشکل هست یا نه؟ خوشگلم باشه چیزی به من تو نمیمازه. هاشم مثال گرگ واسش دندون تیز کرده. حتی سری پا لیلا، لیلا، مادر جو، لیلای من دخترم. بکش کنار، آزادی مادرت بستگی به عقد من و تو داره. با شرایطی که من میخوام هیچ جور دوز و کلکی هم نمیتونی بزنی. از اینجام که رفتی میگم جای مادرتو عوض کنم. با اونام قرار گذاشتم سر هر اگه یک ساعت بگذره و صدای منو از تلفن نشنون مادرتو میکشن. بهشون این اجازه رو دادم. خوب متوجه شدی؟ حتی از پلیس هم نمیتونی کمک بخوای. فقط برات یک راه میمونه، ازدواج با من. اینم بهت بگم این بچه‌ها برای مادرت میزبان خوبی نیستن. برای اینکه بفهمی چی میگم و زودتر تصمیم بگیری چشماتو باز کن. چرا از مهمونتون فضیلایی نمی‌کنی؟ باشه مادر. همین جا تو همین با. بذارش. اونم پاسه. دانش. ناکسا؟ وایسنی منه نگاه بخور بودو احمد بزار نابوش گو یالا بودو هوا اینه رو داشته باشون ناکس حتما رفته سراغ مادر رو نیدی یالا راحت باشه به من بگن آقده این بزن ماشین رو چپ بکنی بکش کنه بسکر منو کجا میبری؟ های مردم من آدم برسی میگم دست تو بکن ماشین رو میگردم این کارو نکن میگردم گفتم یا قمره ولی ماشین طوری نشده باشه مادر مادر یا بود خدای خودت کمک کن چی شده؟ طوری نشده توکل کن به خدا نکنه خدای نکرده مادرم طوری بشه نه خدا فقیه بیچاره رو دوست داره خدای خدا طوری نشده جونم تو مادر میرسونی بیمارستان تا من برم حساب این ناکسو برسم او الان میره سراغ پدر بزرگت من همون جمعه سر تلفن دستم خدای من خدا دست خدا مثل این که اتفاقی افتاده ها؟ دیگه خیمه شبازی تموم شد یعنی چه؟ محمد
تاخی آفش و همشون مرخصن، کسی نیست دستورای آقا رو بخونه. مقصودت چیه هاشم؟ دیگه هرچی از گنجت حفاظت کردی بس، افعی پیر. آفشو کجا؟ همه شما رو به من اینجا رسیدم. بگیر خیال کردی ها؟ میکشم کجا در میری؟ بگیر من هنو حسابا تصویر نکنم تو همیشه صد در راه من بودی. میکشم سر یکی بشی. بلش کن بی باکه، بلش کن مزاهم. مزاهمو؟ یاد آبادته، من مزاهمم یا تو؟ تو قوضی؟ بلش کن، بلش کن تا خودت نکردم. بگیر باید زودتر میکشتم. گم شد دیر باشی شخت و میشگونم. کلام زری اجمت عجله کنی، منتظرم. تو خیلی به اون هیکلت میرسی. کوشو آشو این کرم پاکی می نمی تو خواه. بری یواش یواش قدر میشه. بیا این آرنامت بی باته. تو کی هستی جوون؟ یه راه گذر. بدون کمک تو معلوم نبود سرنوشت گنجینه خانوادگی من. من اینجا منتظر یه تلفنم، اونم اگه شما اجازه بدین بچم زحمت کم میکنم و میرم. یعنی تو پول نمیخوای؟ هیچ. الو؟ بله بله همینجاست. مادر، مادر جون، منم اکبر. حالت چطوره؟ حالت خوبه مادر؟ خوبی؟ هیچ وقت من به این خوبی نبوده. هیچ وقت. ببرین تو اتاق خودش. خدا رو سر هزار مرتبه شکر. خانم دکتر ببخشید عرض داشتم. همینطوری نگه داری. چشم. لابد حدس میزنی که من کی هستم. هیچ وقت دلم نمیخواست با تو روبرو بشم. هرگز نمیخواستم چشمم به چشم تو بیفته. اما چیزایی شنیدم، چیزایی وحشتناکی که مجبور شدم بیام اینجا. درست گوش کن. تو 15 سال پیش پسرمو از دستم گرفتی. اون قربانی عشق نابسامانی شد که به تو پیدا کرده بود.
تو قاتل فرامرز من هستی. حالا نمیذارم، به هیچ قیمتی نمیذارم نبم به اون سرنوشت دچار بشه. شما از چی حرف میزنید؟ از لیلی، از نبم. برای این که از نکبت زندگی تو دور بشه، اونو فرستادمش فرنگ. با این کار میدونین چه کردی؟ 15 سال تموم چجوری منو زجر دادی؟ میدونین برای یه مادر دوری از فرزند چه زجری داره؟ چی شده؟ به مادر چی گفتی؟ وجود این زن باعث شده که لیلی من با تو آشنا بشه، گول تو رو بخوره، به یه لات آسمون جل دل ببنده، به یه آدمی که تو 7 آسمون یه ستاره نداره. اینو باید بدونی، من با تمام قدرتم نمیذارم نفع من بازیچه دست کسی بشه که لیاقت نوکری در خونشم نداره. خوابه میشی یا نه؟ حیف که حرمتی موهای سفیدت. اکبر، بودم تو سی خودت. اکبر، فقط سفارش من بهت اینه که قدر مادر رو بدونی. اون تو زندگیش خیلی زرد کشیده، قدرشو بدون. لیلی، چی کار داری میکنی؟ میخوای منو ترک کنی؟ من نمیخواستم اینجوری بشه، اما چاره دیگه ای ندارم. لیلی، من دیگه خیلی پیر شدم، روزای آخر زندگیمه. تو این روزا فقط امیدم به توه. هر کاری که کردم فقط برای خوشبختی تو بود. شما آخه خوشبختی رو در چی میدونید؟ در این که هاشم میشدم، کسی که دائم به شما تعظیم میکرد و بله قربان میگفت، اما دیدین که آخرش چی عذاب در اومد. ولی اکبر به شما تعظیم نمیکنه، اون حاضر نیست در مقابل قدرت و ثروت شما کرنش کنه. برای همین به نظر شما لیاقت همسری منو نداره. شما کاری کردین که حتی مادرم حاضر نیست باشه تو این خونه. لیلی گوش، تو اگه بخوای هنوزم دیر نشده. تو از پلوی من نرو، به تو قول میدم اونا رو برگردونم پلوی تو. مادر تو، اون جوان کارگر میارم پیشت. چه جوری؟ راضیشو میکنم، هر جور که شده، حتی اگه لازم باشه تمام ثروتمو به پاشون میریزم. شما خیال میکنین همه چیزو همه کسو میشه با پول خرید؟ متاسفم پدر بزرگ، من تصمیم خودمو گرفتم، دیگه نمیتونیم اینجا بمونیم. تا یه ساعت دیگه من و مادرم از اینجا میریم. لیلی، خدافظ. لیلی، هرچه غم بود در این مرد در آمیختم ریختم.
پل برد و برم فرصت نداری. میخوای از اکبر خداحافظی نکرده بریم؟ بریم مادر، میخوام دیگه بعد از این با هم باشیم پلوی هم. اینجاست، اون رو برو. اومدم از تو یه خواهشی بکنم. لیلی داره منو ترک میکنه، داره از پلوی من میره برای همیشه. فقط تو هستی که میتونی اونو به من برگردون. اون تنها دلخوشی منه، تنها دلخوشی من. خواهش میکنم لیلی رو به من برگردون. شما از من چی میخواین؟ از یه لات آسمون جل، از یه کارگر، یه آدمی که تو هفت آسمون یه ستاره نداره. خواهش میکنم، من اشتباه میکردم. تو هر کسی هستی لیلی، فقط تو رو دوست داره. فقط تو هستی که میتونی اون خوشبختی رو که من همیشه برای لیلی آرزو داشتم بهش بدی. اون فقط تو رو دوست داره. عجله کن، دیر میشه، اون الان فرودگاست. Thank you.
داری میره و تو که همش تایت آقا جا میمونی. توی ماشینیم ولی شاد و غزل خون میمون، به سوی شهر تهران میرویم، هرچه پیش آید خوش آید، ما که خندون میرویم، داری میبینی که ما با جمع یارون میرویم. آخ برم راننده را اون کلا جوزنده را، گاز و فرمونا ببین شور و حال بنده را. Thank you.